خیلی خیلی خوش اومدی آقای حسین زاده. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه بینندگان عزیز و خیلی خوشحالم که امشب جمع شما هستم. چطوری؟ خدا رو شکر خوبم. خدا رو شکر همیشه خوبم. بازی اول از همین بازی شروع کنیم که الان بینندگانمون دیدن حواشی اتفاقاتش هم بعداً با هم دیگه می‌بینیم. تکل سه امتیازی چقدرم خوب و لحظه آخر خیلی خیلی چیپ سختی زدی به نظر وقت. خب لطف خدا بوده حالا بعد از بازم حالا هفته یعنی 17 هفته که بردیم هفته جام بردیم خدا رو شکر یه برد دیگه کسب کردیم و همچنان بدون شکست مونیم و زحمات کل بچه‌ها بوده. حالا من اگه گلی به ثمر رسوندم زحمات تک تک بازیکن چه اونایی که نیمکت بودن چه اونایی که بازی کردن و حالا ثمرش شده گلی که من زدم و خدا رو شکر. و صحنه یه ذره سخت بود موقعی که من از وسط زنگ رفتم تو کورس، خب دقیقه 70 هم بود، خیلی جا دیگه استارن زدن دیگه واقعا توان نداشتم. این دفاع باید میزد نه چند بارم سعی کرد، یعنی یه بار کشید ولی خب من نمیخواستم، یعنی میخواستم که خودم اگه بشه تمام کنم یعنی گلو بزنم. بعدش که رسیدم به دروازه آقای اخباری اصلا یه جوری باز شده و من اصلا دیدم خدا هیچ جایی رو ندارم بزنم، یعنی تنها راهم یعنی که تمام شد. آره دستو باشه هیچ چیزی رو نداشتم دیگه. بعدش دیگه آخرین لحظه یه لحظه دیدم که یه کم این سمت خالیه شون، ایشون هم فکر نمیکرد بزنم، اومد توپو که جمع کنه اصلا. بعدش دیگه صحنه آخر یک لحظه غفلت. ببین نادر محمدی یه دو صحنه دو به شک بود بزنم نزنم، دوست داشت بزنه دوست... یه بار کشید یه بار از پشت ریز نه نه یه جوری بزنه که دفاع بزنم یا رد نشه دیگه بخوام از دلش نیومد ولی الان بکنم پشیمونه که نزد. شاید نمیدونم. و به اخباری لحظه آخر چیپ زد به نفت مسجد سلیمان، همچین چیپی زده بود امیرحسین حسین زاده. توپای تک به تکای لحظه آخری خیلی سخته، نیستلروی اگه یاد باشه این توپا رو هم لحظه آخر از بالای دست و پای گل دقیقاً مینداخت. من چون که تا قبل دقیقاً برسم با آقای اخباری با نادر تو چیز چالش بودیم، حالا چند بار دیگه رفتیم دیگه تا آخر اینکه تونستم خودم رو رها کنم، نمیرسم به دروازه دیگه، هیچ راهی دیگه نداشتم، تنها راهش همون بود دیگه، اگه هر جوری میزدم دیگه تو بس آقای اخوری بود. پاس خوبه ارسلان مطهری هم. آره ارسلان هم حالا قبلش دو تا یک تو بکنم با هم کردیم تا منجر به اون پاس شد، خیلی زیبا واقعا. تراکتوری که توی مسابقه جز صحنه‌ای بود که دفاع شماده بود بالا، یعنی اومد بالا بازیکن گل بزنه گل رو دریافت کرد، خیلی پیام میدن هواداری تراکتور راجع به وضعیتشون صحبت بکنیم، وضعیت تیمشون گفته میشه که فعلا حمایت داره میشه از زوانیمر سولدو، از تغییراتی تو نتیجه نگرفت تراکتور و حالا با ثبات انشالله که بتونه به اون روزای خودش و خوب خودش برگرده. آیه حسین زاده بیشتر بگو خود ببینم بچه کجایی، فوتبالش از کجا شروع کردی؟ من واقعیتش بچه جنوب تهرانم. بعد من اول که من کلا یه خانواده فوتبالی دارم، من برادرام جفتشون فوتبالیست بودن ولی خب فوتبال بهشون روی خوششون نشون نداد. حالا یکیشون که خیلی مصدوم شد بنده خدا تو همون اوایل گذاشت کنار، یکیشون هم که همین اخیراً دو سال اخیر دیگه گذاشت کنار، یا لیگ یک دیگه دو بازی کرد ولی یکی از خوبا بود، حالا اسمش هم بیارم اینجا که خیلی کمکم کرده، مهدی حسین زاده. حالا خیلی کمکم کرد، من چون که دیدم ایشون دیگه حالا داداشم بازی میکنم، خودم 6 7 سالگی حالا تو کوچه خیابون و همیشه بازی علاقه داشتم، مثلا 8 صبح میرفتم ساعت 4 بعد از ظهر میمدم با همه بازی میکردم، با همسنای خودم بزرگتر نمیدونم کوچیکتر دیگه بازی میکردم، بازی میکرد. آره در همه رو بازی میکردم، آخرش مادرم بعد میکشونم به خونه کوپی رو خونه که اونجا شو استارت خورد. حالا تو مسابقات مدارس و منطقه ای اینا دیگه اومدیم رسیدیم که دیگه اوجش تو مقاومت بودم 6 7 سال پایا که دیگه رفتم تیم ملی و از تیم ملی هم که برگشتیم اومدیم سایپا، دو سه سالم باشگاه خوب سایپا بودیم، بعدش هم که اومدم استقلال. ببین یعنی نوجوانا مقاومت بودی؟ من از نونهالام از زیر 13 سال مقاومت، من 7 سال مقاومت بودم 4 تا قهرمانی مقاومت آوردم. مثلا اونایی که خب فوتبالی هم میدونن پایه‌های مقاومت بازی کردن کار خیلی سختی. واقعا تو همه ردا مقاومت واقعیتش اون موقع باز خیلی شرایطش، الان من چند بار رفتم مثل اون موقع نیست دیگه شرایطش دیگه رسیدگی، ولی اون موقع واقعا مقاومت هر کی بازی می‌کرد دیگه تاپای مثلا همه ملی بودن. آره دقیقاً، یعنی موقع خیلی تیم خوب، کل پایاش اون موقع خیلی امکاناتش خوب بود، همه چیش اوکی بود، کل بازیکن خیلی بازیکن هم داریم الان که بازی میکنن اصلا مقاومت بودن، خیلی بازیکن ها بودن، همین آقای چشمی نمیدونم رضا جعفری خیلی ها بودن که از مقاومتش که ارسلان مطهری خوش مقاومت بودش، بعد اون موقع خیلی خوب بود. من هم 6 7 سال اونجا حالا با مربی مختلف، حالا نمیخوام اسم ببرم که اسمشون جا نیفته، ولی خیلی هم مربی حالا آقای انصاری، آقای قربانی، آقای قلی پور نمیدونم خیلی ها بودن که آقای بیگی، آقای امیری خیلی اونجا بودن که کمکمون کردن. حالا بعد از مقاومت تیم ملی جوانان، تیم نوجوانان، تیم نوجوانان که جام جهانی رفتید بله. با آقای عباس چمنیان، بله آقای چمنیان خیلی زحمت کشید واقعا، من یه قسمتی از فوتبال مدینه‌نشین هستم چون یه مدت که جام جهانی بودیم ما 6 7 7 6 ماه مونده دو مسابقات من اردو دعوت شدم و واقعیتش حالا خودم فکر نمی‌کردم که بتونم تو عرض 6 ماه خودم تو ترکیب جا بندازم بخوام تو جام جهانی فیکس بازی کنم، اینا حالا به لطف خدا
کمک‌های آقا شمعانی اتفاق افتاد و جام جهانی تونستم واسه تیم ملیمون بازی کنم. و حالا اصلا اون تیم عباس شمعانیان یه عکس هم فکر کنم داریم اصلا میتونه بندازه ببینیم، خیلی تیم خوبی بود. محمد شریفی فکر کنم پرسپولیس بود، الهیار سیادمنه کوشکی که الان پیکان بود رفت فولاد، دلفی الهیار، محمد شریفی، قوی شابی، یونس، توپان خاقانی، تا شریعتی، اسماعیل زاده، احمد جلالی، علی قلی زاده، یعنی علی قلی گلر هم میگن، غلام زاده، غلام زاده. و اینا همشون بازیکنایی بودن که یعنی تو اون دوران همون این هم عکس همون تیمه درسته؟ بله، این بازی با آلمانمونه که 4 تا زدیم به یعنی امیر حسین دهه قبه شاویه؟ بله. کجا سلام؟ صنعت نفت اومده بود. صنعت نفت بازی کرد. آره بازی میکنه، خیلی از بازی‌ها بازی. یونس هم که بیننده اون میشناسن، اروپا داره بازی میکنه، خود امیر حسین اون تهم الهیاره. اون الهیاره بله، اون الهیاره موقع اون شکلی بود. اینا محمد شریفیه، این نزدیک بله به تصویر بازی کنه. بعد این بازی با اسپانیا تیم بسیار بسیار خوبه آقای عباس چمنیان. الان فرانتورس از همون تیم، اریک گارسیا، فرانتورس تو همین تیم اسپانیایی که جلوش بازی کردید بودن. جام جهانی خیلی باز که خود انگلیس همه سانچو و نمیدونم یکی دیگه هم بود، خدا یادم رفت اسمشو، فودن و اینا همشون انگلیس بودن. آره فیلیپ فودن و جیدن سانچو هم ستاره‌های تیم ملی بزرگان. یه مهاجم بود که مهاجم لیورپول بود، نمیدونم اسمش هم یادم رفت، اونم آقای گل چیز شد. اون دوره اصلا کلا تیمایی که بودن اون موقع همه بازیکن‌هاش این ونور ترانسفر شدن. خود آلمان که ما بازی کردیم مهاجم داشت به اسم آرپ، اگه اشتباه نکنم اونم الان بایر مونیخ داره، یعنی بایر مونیخ داره اینجا آخرین تا دیگه دارم. یعنی تیم کلا تیمای خوبی بود تو اون دوره جام جهانی همشون بازیکن. آره ما یه دوره نوجوانان خیلی خوب داشتیم که از توش این هم بازیکن لیگ برتری اومده بیرون و امیدوار هستیم به پایه‌های سری بعدمون. یعنی چند سری بودی که تو رقابت‌های جام جهانی نوجوانان جوانان شرکت کردیم، الان دونه دونه دارن بچه‌ها میانو میدرخشن. بعد یه مصدومیت بعد، یعنی مصدومیت رباط صلیبی برای بازیکنی که زیر 20 است کار خیلی سخت میکنه. حالا عکسش هم واقعیتش حالا من تو بهترین شرایط بدنیم، بهترین شرایط زندگیم رباط صلیبی پاره شد. حالا خدا رو شکر باز تونستم قوی برگردم، ولی خب خیلی شرایط سخت سپری کردم اون دوره. زمانی بود که کرونا بود و اینا همه جا بسته بود، نه استخری بود نه ماساژ میکرد کلا، یعنی یه جوری بود که تک و تنها. دقیقاً یه جایی بود که میتونستین قشنگ برای همه چی فرام بود، مصدوم شدن. یعنی تو اون دوره خیلی ربات پاره کردم، مرتضی تبریزی پاره کرد، محمد انصاری باز پاره کرد، بنده خدا میلاد باقری پاره کرد اون دوره. حالا ما اومدیم سر تامینا و چند تا مصدوم جزئی بعد پیش اومد. بعد توی بازی دوستانه با تیم لیگ 3 بود، دقیقاً یه هفته قبل بازی استقلال بود، توی صحنه گل که من ضربمو زدم بعد اینکه فرود داشتم یه بازیکن تیمم تازه تگ زد، بعد اینکه تیمم رفت تو گل، پای منو با خودش برد، من موندم و یعنی یه ربات پاره. آخه خیلی روز غم انگیزی بود، حتی دکتر اومدم بالا سرم بعدش چک کرد پامو، بعدش هیچ وقت یادم نمیاد داشتم بالا نگاه کنم آقا کاظم برجو داشت گریه میکرد بنده خدا اونجا بالا سرم بوکس کرده بود و اینا. حالا خلاصه فهمید خودت هم موقع متوجه شدی؟ والله خودم که فهمیدم، چون اصلا یه درد شدید داشت و اصلا موقعی که زانو مثلا رفت خودم متوجه شدم که پاره شد ربات صلیبی. ولی خب دیگه من میگم یه صحنه خیلی غم انگیزی بود که میگم همه بالا سرم، دکتر تیم هم داشتن گریه میکردن بوکس کردن اصلا یه جوری. خلاصه دیگه اون دوره هم گذشت و رفتیم، حدود 6 7 ماه هم طول کشید تا بازم برگردیم به شرایط و اینا. خدا رو شکر خوب برگشتم، حالا با کمک خانواده، حالا از دکتر خوبم آقای راضی هم تشکر میکنم که حالا به خاطر عمل جراحی و دیگه خدا رو شکر برگشتم. یعنی گلو زده بودی، گلو تو رفته بود تو گل تمام داشت میرفتی برای خوشحالی. دقیقاً داشت تو فرود و رو زمین، یعنی من مثل یه جور چکشی مانند زدم یه جوری حالتی، یعنی جو فرم رو هوا بود، با چپ شدیدم با راست استوب کردم با چپ شدیدم تو رفت تو گل، پای راستم گذاشتم رو زمین، این آقا پای آره پای راستم، این آقا پای چپم رو تک کرد، بعد این پا راستم موند این ور تک و تنها، یعنی این موند و یه وزن بدنم ربات داد دستت گفت. آره با زانون برگشت به سمت داخل ربات داد نیست که هم پاره شد جفتشون با هم پاره شد ربات تو میلیست جفتش آره. با هم دیگه دیگه داد دستم و برشم دیگه. دقیقا یه هفته قبل بازی استقلال بود که بازی استقلال رفتم استادیوم، یه عکسم دارم که حالا اینجا فکر نکنم پیدا شه با آقا فراد، حالا دستینا میدیم و اینا بعدمون دیگه آنکارو بسته بودی هم واقعا زده بعدش عجب دادم. تیم ملی امید، تیم ملی امید این دوره یا دوره یعنی با آقای مجیدی؟ آره یه دوره که حالا تیم ملی امید آقای کرانچا بودن، با آقای کرانچا کار کردیم، حالا خدا رحمتش کنه بنده خدا فوت شده، بعدش هم که ایشون رفتن و بعدش آقا مجیدی اومد و یه مدت هم با آقا فراد بودیم و بعدش حمید خان شد دیگه. حالا از همون دوره که من با آقا فراد تیم ملی بودم، یعنی کلا نظرشون رو من مثبت بود، یعنی تیم ملی هم که اونجا هم باز با هم به این بهام میدادن تو تالا تو ارنج و تکون با هم خوب بودن، کلا از اون میپسندن بازی من. حالا از اون موقع یه چیزایی بین من آقا فرشی گرفت که حالا یه ذره با هم درباره تو شدید و دیگه اومدید آره با هم یه کاری که اومدیم. چند الان چند سال بزه 22 من 21 21 یعنی دو سال دیگه الان جا داری برای سهمیه زیر 23. اولین بازی لیگ برتریت
17 سالگی 18 بود فکر کنم 17 خورده ای آره 17 یعنی 18 تقریبا. خیلی خوب روند، یعنی روندی که امیرحسین اومد بالا خیلی روند استانداردی بود دیگه. فوتبال کوچه خیابون، همه زمین خاکی بازی می‌کردن، بعد اومدن پایه‌های یه تیم خوب مثل مقاومت که تو پایه‌ها بسیار خوبه، بعد یه دوره‌ای هم برگزار می‌شد، یه تستای تعداد بالا می‌گرفتن برای تیم ملی نوجوانان. چرا فوتبالیست از تو اونها در اومد؟ یعنی حالا بچه‌های مقاومت اونایی که باشگاه خوب بازی می‌کردن راحت‌تر می‌رفتن تیم‌های ردای سنی پایه، بعد از اونجا اومد سایپا و بعدش هم استقلال. یعنی کاملا هم کما بیش برگزار میشه استادیابیا، ولی این یه مثل قبل نیست به قول شما. مثلا میگه خانواده گفتی پس داداشا همه فوتبالی بودن؟ من داداشا همه فوتبالی بودم، بله. میگم ما 4 تا داداشیم، یه خواهر، من، ابراهیم، مهدی، عرفان. حالا میگم اون مهدی ابراهیم که اومد، بله، باشه سر هست ابراهیم بازی کرده؟ بله، ایشون یه دوره نوجوان تهش پلی‌استیشن بازی کرد، ایشون نوجوان جوانان دیگه حالا گذاشت کنار دیگه نسل خوب کرد ابراهیم نوجوان، ولی خب داداش بزرگم خیلی زحمت کشید، واقعا فوق‌العاده تیم جوانان بود زمان آقای دوستی مهر و اینا، ولی خب دیگه اومد بزرگسالان پیکانم یه دوره بود دیگه نشد فوتبال. یعنی بعد خانواده ابراهیم، تو همینجا الان استراحت کن، ابراهیم خانواده طرفدار کدوم تیم بوده؟ الان من استقلالی هم دیگه، الان در حال حاضر من بازیکن استقلال هستم، هم بازیکن استقلال هم طرفدار استقلال دیگه، خانواده هم استقلالی شدن دیگه، رگم واقعیتش واسه استقلال باد میکنه دیگه. حالا تو صحنه گل هم مشخصه که اگه دقت کرده باشید انقدر من حالا خوشحال بودم واسه این گل، واسه این پیروزی که خدا میدونستم چیکار کنم. یعنی دیگه خیلی امیرحسین بازیکن با استعدادیه و حالا حالا بیشتر از اینا میشتم میده ازش، تازه 21 سالشه و داره لیگ برتر بازی میکنه، مهره تاثیرگذار صدرنشین رقابت لیگ برتر. آقای حسینزاده، این چیزی که دارید میبینید خیلی شیطون تر از این چیزیه که دارید ببینید شما. حالا سعی میکنم یه ذره نشون بده در تو بخش شیطونی تو دیدی تو زمین داره نشون میده. البته الان ها بله اونایی که یعنی ببین 4 تا داداش شما چه بلایی سر خون خود 100%. ساکت میشیم یه گوشه، چه هرسی دادید. یعنی آره مادر رو چه هرسی ده، همه فوتبالی فکر کن 4 تا دادا شیطون. شاید قبل ولی الان دیگه نوازوگ شدن همه متعلق. درست چی کار کردی امرسه؟ من دانشگاه میرنی محصلم فعلا. واقعا یه درست خوب بود بچه این همه فوتبال رازی میکردی؟ من واقعیتش تا یه مدت آره عزیز. من زیر 19 نداشتم معدل. تا چه سنی؟ تا چه سالی؟ تا دقیقا قبل جام جهانی، جام جهانی نوجوانان. خب دیگه من خودم جام جهانی تا جام جهانی درس. نه آخه من چی شد دیگه اومدم تو بعد جام جهانی دیگه نتونستم برم مدرسه، اردو داشتیم مثلا یه دو هفته. آره. خب نمیتونستم برم مدرسه دیگه، مون دیگه اصلا افتاد که بعدش رفتم مسابقات که مسابقات ما مهما بود دیگه، مهر بود بکنم یا آبامو یادم نمیاد، من دو سه ما مدرسه نرفتم این کلا و اومدم دیگه اصلا افتاده بود یه واقعیت دیدم دیگه اینجوری شرایط. ولی تو قبل اون به خدا اصلا معدل من همیشه 19 و 50 صدام 19 اصلا درس خونی بودم. تا چه سنی یعنی تا چه رده؟ تو فکر کنم اول یعنی تا دبیرستان. تا دبیرستان ریاضی اینا هم خوب بود؟ همه چی خوب بود خدایش. 19 و نیم معدل هم. رادیکال 25 رادیکال 25 چند میشه؟ آقا اینا الان یادم نیست اصلا. 19 و نیم دبیرستان رادیکال 25. من همه رو حفظ میکردم دیگه، اونجا حفظ میکردم مینوشتم فقط، بعد دیگه تا فردا شدم میرم. نه همون تا ولی خدایش من میارم کارنامه واسه تو میارم اصلا خودم فکر هست. یعنی مدارک آره با من مدارک شده میارم که ببینی. خب این هم از این باید حالا بپرسن یه روز هم معلمات بگنم چجوری 19 و نیم دادن به. ولی اصلا کسایی که تیم ملی از تیم ملی نوجوانان میان میرن تو بحث فوتبال نمیشه واقعا، خیلی سخت میشه براشون درس خوندن. من در این درس خوندن بگم من یه مدت که حالا میرفتم تمرین و مقاومت هم بودم، خب میرفتیم تمرین میمدم دیر، مثلا از ساعت 2 هم حدسه میمدم میرفتم تمرین میمدم ساعت 7-8 هم میرسیدم خونه و خسته میخوابیدم ساعت 5 صبح میشم من درس میخوندم. ولی شما هم که درس خون نیستم 5 صبح میشم میخوندم، دو ساعت مثلا هفت اینا که برم مدرسه یه بارم اونجا میخوندم تا مثلا اگه والا پرسشی بوده تا مثلا پرسیدی که پرسید رادیکال 25 بتونم آره بگم. اون موقع بتونم بگم واقعا من خیلی موقع باش، ولی دیگه بعد اونجا میذارم دو سه من 5 صبح میشم نمیتونم واقعیتش خوابم میاد. بعد دانشگاه چی الان چی میخونی؟ دانشگاه من مربیگری فوتبال میخوندم دانشگاه علمی کاربردی، بعد الان دارم میام باز همین رو ادامه بدم ولی توی دانشگاه یه دانشگاه آزاد. الان عالیه، چه رشته باحالی واقعا. یعنی تخصصی داری مربیگری فوتبال؟ بله، رشته دانشگاهی خیلی خوبه، خیلی خوب. چون بچه‌ها میرفتن تربیت بدنی خیلی بهشون بعد گرایش انتخاب به من نه همین تربیت بدنی بود ولی من معرفی کردن تو علمی کاربردی گفتن داره مربیگر. من خیلی هم خوبه، خیلی هم جذاب و باحاله. امیر حسین پست تخصصیت، من از اینجا هم شروع بکنم که اومدنت توی استقلال با رفتن مهدی قائدی هم همزمان بود، یه ذره بار انداخت رو دوشه، در اون گفتن که جانشین و جایگزین کسی که حالا فصل قبلم خیلی خیلی موثر ظاهر شده بود، ولی خیلی خوب به نظر از پسش بر اومدی، تونستی هم بین هوادارا کسب بکنی اون مقبولیت و همین که خب آمار نشون میده که آمار قابل اعتنا و تاثیرگذاری داشتی.
حالا از کدوم شروع کنم؟ از همین آخریش. خب اول از همه که هوادار خیلی لطف داشتن به من، از همون روز اولی که اومدم من تو ورزشگاه انقلاب که تمرین میکردم، همون موقع که هوادار من با تمرین رو نگاه میکرد، از همون موقع من لطف داشتن که برای تمرین همیشه میگفتن تو خوبی فلانی به سال یا نه اینجور حرفا. ولی خدا رو شکر بعد حالا بازی با الهلال که حالا درسته باختی ولی بازی خوبی بود، میتونست برنده بازی باشیم و اینا، خدا رو شکر میگم باز همون موقع فکر مثبت گرفتم. خیلی هم میگم هم اومدن گفتن که مثلا بازی خیلی خوب بازی آره دارد. اومدن گفتن که جای مهدی و اینا، حالا مهدی که بازیکن خیلی بزرگ، بازیکن خیلی خوبه، تازه خیلی هم با اخلاقه، من خیلی دوست داشتم مهدی و، ولی خب من هیچ وقت تو زندگی دوست نشم مقایسه شم. الانم به خیلی حالا تو خیلی جا گفتم، خیلی هم بهم گفتن که مثلا تو مهدی قائدی جدیدی، ولی من گفتم که من امیرحسین جدیدی ام، حالا مهدی به جای خود، مهدی میگم بازیکن بزرگیه، بازیکن خیلی با اخلاقیه، من خیلی دوست دارم حتی کنارش هم بازی کنم، ولی خب من دوست دارم یه ورژن خودم باشم و حالا شاید یکم سنگین کرده باشه، ولی خب من زیاد توجه نکردم به این واقعیتش که بخوام مثلا جای کسی رو بگیرم. اگه شاید اگه مهدی هم بود شاید بغل هم دیگه کنار هم بازی می‌کردیم مثلا، شاید اگه شاید اتفاق می‌افتاد، ولی خب این حرفو حالا من میگم با تمام احترام که واسه مهدی قائلم، بازیکن بزرگی، این حرفو قبول ندارم و من یه ورژن از خودم، یعنی امیرحسین حسین زاده. خیلی خوب. اینو کپشن پستم گذاشته بودی تا حالا یا نه؟ نه من اینو نذاشتم. جمله آخه پس بگو، یه سری جملات یادداشت کن. جمله شبیه جملات هنگ تهری عزیزم هم بعضی وقتا تو کنفرانس ها میگه این جملاتی که برای کپشن زیر پست هم خیلی خوبه. اینو شبیه اون بود، یه ورژن خوب امیرحسین حسین زاده که خیلی هم خوب خودت نشون دادی. گفتم بازی کردن تو تیم مثل استقلال، اصلا پرسپس اصولا خب سخت‌تر از تیم‌های دیگه است. قبول داری؟ یعنی حس کردی اینو بعد از سایپا؟ یه سایپا فضای آروم و بدون حاشیه، کسی کاریت نداره. دقیقا حالا یه ذره اینجا شرایطش حالا بازی، چون که تیم بزرگی خب انتظار داره از تیم بزرگ و اینه، یه ذره شاید فشار بیشتر باشه، ولی خدا رو شکر الان همه چی خوبه، همه هم شرایط تیم خوبه، هم از سوی هوادار، از همه جا، از همه لحاظ شرایط تیم خوبه، خودت یعنی توی بین بچه‌ها، بین کادر فنی، همه با هم دیگه اوکی هم و یه شرایط خیلی خوب مهیا شده و تو این مسیر قرار گرفتی خدا رو شکر. امیر از پایه‌ها که شروع کردی پست فوروارد بود یا نه؟ من واقعیتش آره اولین تغییر من مهاجم سایه بودم، یا همون فوروارد اولین، یعنی همون مقاومت که بودم بازی، حتی یه آقای گلی هم دارم تو پایا، ولی کم کم یه خلی خط اومدم عقب، دیدم مثلا دیگه تو جوانان نوجوانان دیگه مثلا هافک وسط بازی میکردم، یه تو جام جهانی که پشت مهاجم بازی کردم، ولی تو جوانان هافک وسط هم بازی میکردم، یا همون پشت مهاجم مثلا سه هافک بازی کردم، جلوی دو تا هافک دفاعی بازی میکردم، ولی خب پست خاصی هم نیست که بگم حتما اینجا باید بازی کنم یا اینجا میتونم، خدا رو شکر تا الان هر جا که بوده بازی کردم، هر جا کادر فنی الان وینگر چپ و راست و پشت فوروارد. بله، به نظر من هافک وسط هم بازی کردم امسال، هم هر جا کادر فنی صلاح دونستم اومدم بازی کردم. با توجه به سرعتی که داری به نظرم هم پست وینگر هم پشت فوروارد میتونی راحت بازی کنی. آره خدا رو شکر میگم تو هم تو وینگر بازی کردم، هم راست هم چپ، مهاجم هم بازی کردم، هم بازی تراکت بازی رفت مهاجم بودم، پشت مهاجم بازی، هافک وسط هم حتی بازی کردم، من بازی دربی هافک وسط بازی کردم، همه پست ها بازی کردم. میگم هر جایی حالا کادر فنی صلاح ببینن، حالا آقا فرادی با بقیه، هر جایی که صلاح ببینن من همونجا بازی میکنم، مشکل ندارم اصلا. شروع کرده بودی فوتبال، دوست شبیه کی بشی؟ داشتی کسی تو ذهنت که آقا من اینو خیلی دوست دارم حالا تو فوتبال خودمون، تو خارج از کشور؟ نه واقعیتش اونجوری نبوده که بگم مثلا دوستشم شبیه کسی. خب کسایی دوست داشتم تو زندگی، مثلا علی آقا دایی رو مثلا دوست داشتم، مثلا بعدش مسی رو مثلا دوست داشتم مثال برای، خب ولی نبود که بگم باید مثل اینا بشم، من خودم حالا کار خودم انجام میکردم، انجام میدادم، ببینم حالا تا بریم جلو تا ببینیم چی میشه. یعنی بین مسی رونالدو مسی بودی؟ من مسی رو دوست دارم، ولی شخصیت زندگی کردم رونالدو بیشتر دادم، شخصیت زندگی کردم یعنی کارهایی که انجام میده رو رونالدو، ولی خب بخوای استعدادی حساب کنی با از لحاظ فوتبال بازی کردن، مسی خب واقعا اصلا قابل قیاس نیست به نظر من، چون اصلا یه چیز جدا اینا از هم، خیلی با هم یه تفاوت داره. نه الان می‌خوام یه بخشی ببینیم راجع به اتفاقات و عمل کرد و در واقع این آماری که استقلال تو طول این فصل داشته و تونسته تا اینجا تو صدر جدول راحتو قرار بگیره. میگن حالا برای اینکه بتونی جام ببری باید بلد بشی گل نخوری. اینو خیلی خوب استقلال تو این فصل حداقل رعایت کرده، شبیه تیمایی که تو این سال‌ها اومدن قهرمان راحت لیگ برتر شدن، اون ثبات خط دفاعی خیلی میتونه کمک بکنه. حالا تیم تا اینجا فصل تو کورس قهرمانی پرسپولیس سایه به سایه استقلال داره میاد، به خاطر همین تک تک بازی از این به بعد فیناله، واقعا فینال راحت لیگ برتر. خودت فضای تیم موقع در واقع تو تمرین، اینکه تونسته تیم انقدر ساختار دفاعی خوبی داشته باشه، حالا نمیگم خط دفاع، ساختار دفاع از شما هم شروع میشه. درست. خب خدا رو شکر من از همون روز اولی که اصلا اومدیم تمرین رو شروع کردم، اصلا هدف همین بود که اول گل نخوریم، یعنی یه تیمی داشته باشیم که واقعا گل نخوره، چون که به قول شما تیمی که گل نخوره یا مثلا خیلی ثباتش بیشتر واسه تو، یعنی تو راه قهرمانی بهتر قرار میگیره. اینو ما اصلا اول اصلا هدفمو میگه گل نخوریم، تو همه بازی هم اصلا قبل بازی همیشه میگیم که آقا اول گل نخوریم، گل رو حالا به موقعش میزنیم.
من اصلا اون اول استراتژیم این بوده، حالا خدا رو شکر تا اینجا هم جواب بوده. یعنی میگم یه بعضی مربی‌ها میگن یه توپ که میره تو گل، حالا ایسکایی یا هر ضد حمله هر چی، ولی اون دفاع اول اولویت دفاع است. شما اینطوری واقعا ما رو حمله کار میکنیم، یعنی اونجوری نیستش، ما خیلی بیلداپ‌های مختلف کار میکنیم، رو حمله کار میکنیم. مثلا از این بابت یعنی برای بیلداپ آفره انگلیسی تام امیروزه بعدش واسه کلا واسه گلزنی هم کار میکنیم، ولی خب میگن اولویت اول گل نخوردن، حالا گل زدن حالا بعدش اتفاق میفته، حالا توی حالا یه کار ترکیبی باشه یا کلی به قول اسکایی یه اتفاقی میفته، گل رو میشه زد، یعنی ما تو گل زدن برنامه داریم گل زدن، ولی خب اول اینه که مهم اینه گل نخوریم و این یه شخصیتی که به تیم اومده خدایشو امسال این بوده که گل نخوردیم و از این بابت خوشحالم. یعنی فوروارد خارجی ها رابطه چطوره باشون؟ خدا رو شکر من باهاشون خیلی خوبم، باهاشون کلا با کل بازیکن ها خوبیم مثلا همه با هم، ولی خب با اونا هم خوبم، همیشه با هم شوخی میکنیم، میگیم، میخندیم. شاید تیم کلا خوبه، یعنی همه بچه‌ها میگم هم با کاد فنی و بازیکن‌ها بازیکن با هم بزرگامون هم جوونام همه با هم اوکی، یعنی جوری نیست که مثلا بگیم تیم یا بزرگترا به جوون زور بگه یا جوون مثلا میخواد بی ادبی یا بی احترامی کنه، همه چی اوکی، یعنی هم بازیکن‌های بزرگ هم جوون همه با هم خوبن، شرایط تمرینام خوبه خدا رو شکر. و یکی از مهمترین نکته‌ای که الان امسال بوده واسه ما، حالا ما چیزای تاکتیکی و فنی بذاریم که ثبات و نظم و انضباط تیم بوده خدا رو شکر، آقا فرات خیلی روش تاکید داشته از اول فصل رو نظم و انضباط، حالا گفتم فنیو میشه درست کرد، واقعا حرفی که فنی آدم میتونه درست کنه، ولی نظم و انضباط واقعا نمیشه، اگه نخواهی نمیشه درست کرد، و از همون اول فصل ما تاکید داشتیم نظم و انضباط که خدا رو شکر اینم به خوبی اجرا شد تیم. آخیش تون حرف میزنه سواری کلا. یاد عارف غلامی هم افتادم، ان که سلامت باشه عارف، خیلی آروم حرف میزنه، یعنی یه ساعت 45 دقیقه طول کشید کل صحبت اون عارف غلامی. چطور شرایطش الان؟ مسئولیتش تو کامل تمرینش رو میبینم میذاره پست و اینا میذاره. خدا رو شکر برگشته، خیلی خوبم برگشته، پرم برگشته، ان شاء الله حالا تو بازی آینده حالا یه عارف دادید رفت یه عارف حسن روزی. آره جفتش هم عارف آقاسی هم واقعا فوق العاده، من لذت میبرم از سبک بازیشون، هم عارف آقاسی هم عارف قلاوی یکی از دو تا از بهترین ایران هم به نظر من، ان شاء الله که تو ادامه مثلا موفق باشم و همیشه تنشون سالم باشه، و ان شاء الله عارف غلامی هم تا چند هفته دیگه فکر کنم دیگه به ما بیاد توی گفتم دیگه گفتم آره هر وقت فوتبال تموم شد تایکواندو گفت موجی سمت خدا میتونی بشی اینجوری. آقای شریعتی عزیزم لحن آرام و متین و صحبتی که عارف من نشست قشنگ یه ساعت کتاب وا کرده بود. من نمیتونم، من نمیدونم چرا کلا همیشه تون صحبت میکنم، من میگم انگلیسی چی با کوین اینا انگلیسی صحبت میکنی؟ خیلی کم، در حد بیلداپ و در حد همون بیلداپ و در حد خیلی اونقدر نمیتونم مثلا ارتباط بگیرم، ولی خب در حدی که مثلا بمانتم... یه پیگیرشم ببینم اون 19 و نیما رو کی میداده، اینو یاد باشه من پیگیر بشم. یه چیز بگم، زبانم خوب نبوده ولی خب با زبان با تقلب ریاضی خوده. که حالا ریاضی رو خوب بودم، خب من برای شما بگو کارنامه میارم به خدا. بابا اونا رو می حفظ کرده بود میخوندم، اون حفظ عالی بودی یعنی خود. ولی سوال نپرسی که نه 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 مثلا مرکز استان قم. قم قوم قوم دیگه باری کرده نه بابا بلدم مثلا اینو خیلی هاش میگم، اما خدایش همه اینو حفظ کردم این مدت. پایتخت دانمارک؟ نه دیگه اینقدر میش همین اطراف اطراف نزدیکی ها، ولی واقعا بابا میخوندم درس میخوندم بخوام میام معادله کار درسته بابا. پسر خوب توانمند خوش صحبت دمت هم گرم. محلشون هم حالا جنوب تهران نازی آباد و عبدالاباد میسمت نمیدونم 4 5 تا محله که کنار محله امیرحسین است پر فوتبالیسته، یعنی داشتیم با هم مرور می‌کردیم بچه تیم ملی نوجوانان جوانان 10 سال پیش تا حالا همینجوری بچینی بیای بالا، امیدوارم کم نشه تعدادشون چون زمین خاکی ها رو کردن زمین چند مصنوعی بعد پول میگیرن بچه‌ها که اونجا بازی کنن. دقیقاً دقیقاً، یعنی این مشکلی که الان داریم حالا خودت حس کردی اینو دیگه. بله دقیقاً اینجوری شده، ما قبلا میگم زمین خاکی هم داشتیم زمین فوتبال هم داشتیم، حالا ولی الان همه خاکی‌ها به قولشون چمن فوتبال شده، به همه هم آکادمی زدن هم از فوتبال زدن، همه هزینه میگیرن پول باید بدین. آره دیگه باید بدین، که خیلی‌ها که اونجا میمادن بالا نمیتونستن پول بدن، یعنی توان خانواده نبود که بخواد پول بده بیاد بچه‌ش بازی بکنه، پول نداشتن. حتی خیلی از این فوتبالیست‌ها که بازیکن‌های ملی هستن پول که خودشون تعریف می‌کنن که کفش خریدن اینا براشون مشکل بود، حالا همه اینا رو کردن کلاس فوتبال و مدرسه فوتبال با یه چند مصنوعی بدترین کیفیت و پول می‌گیرن از بچه‌ها انتظار دارن ما فوتبالیست رده نه. مثلا از حالا از فامیلایی که کی میاد مثلا میگه پسرمون رو مثلا کجا ببریم، من کدوم مز فوتبال، من میگم مثلا مز فوتبال نبرید، من میگم
از بچگی من تو کوچه خیابون بودم، اگه میخوای فوتبالش بفرسته تو کوچه خیابون، اگه قراره چیزی یاد بگیره دیگه همونجا یاد میگیره، اگه استعدادش داشته باشه. من واقعیتش میگم 5 6 سالگی من همینجوری بودم، من میرفتم مثلا فوتبال نگاه میکردم از بالا بزرگترا که بازی میکردم. ما قبلا تو ما الان باز مثل قدیم نیست، ما قبلا تو محلمون میگم از ساعت 9 صبح میرفت تا 4 صبح همینجوری فوتبال بازی میکردم. میگم همه رد سینه میومد از 10 ساله بگی 12 آخرش نیم وای میستم مثلا با 20 سالا آره دی بازی میکردم مثلا با اون 12 وای میستم دیگه، خدای خیلی کوچولم اینقدر بودم مثلا دیگه. ولی مثلا نگاه میکردم مثلا یه روز یه حرکت جدید میزد، من اینو میرفتم تمرین میکردم، مثلا یکی اومد یه حرکت میزد من گفتم عجب حرکتی زد، مثلا میرفتم یه ساعت مثلا میشستم هی یه ساعت پشت اینو میزدم، هی میزدم بتونم یاد بگیرم اینو مثلا. به خاطر هر کی بهم میاد میگه مثلا به بر پسر ما رو یه جا معرفی، گفتم به خودم اول که هیچو نمیشناسم که بخوام معرفی کنم چون تا حالا جایی نبودم. دوباره اینکه من همیشه از کوچه خیابون شروع کردم، اصلا من تیم ملی شروع کردم، یعنی از کوچه خیابون رفتم. آره و گفتم اگه میخواهید شما هم اگه چه بفرستنش بره بازی کنه، استعدادش داشته باشه، خودش یه جوری خودش میکشه بالا. ولی البته میگم الان کوچه خیابون هم مثل قدیم نیست، یعنی الان همشون دیگه کسی نمیاد دیگه واقعا مثل قدیم بازی کنه. الان همه ما میرن پارکام نگاه میکنم خلوت تک و توک ببینی حالا 10 تا 5 پیداشن بازی کنم. قبلا میرفتیم مثلا قیامتی بود به خدا، اصلا یه تیمت میباخت میرفت بیرون دو ساعت بعد میشه یه بیای تو 5 6 تا تیم اصلا یه وضعی بود. آره اصلا مرسی امیر حسین، دمت گرم. امیر حسین این سوال ما زمان زده پرسیم، یادم اومد بازی پیکان اومدی تو زمین، هوادار بازی هوادار اومدی تو زمین از کنار خط داستان شده بود، چی بود؟ واقعیتش من که اومدم رفتم بیرون، تصویرش هم بچه‌ها پیدا می‌کنن با هم می‌بینیم از داوری هفته قبل. من رفتم بیرون از پشت دروازه‌ش هم می‌رفتم داشتم بازی همش نگاه می‌کردم. تا اونجا که یادمه اول که حواسم نبود مثلا کجای زمینم چون انقدر محو بازی شدم، بعد ارسلان من تا اونجا که یادمه توپ که رفت تو گل من اومدم با بچه خوشحالی کردم، یعنی همین چیز یادمه. بعدش که دیگه اومدم به من گفتن اینجوری، گفتن اینجوری شو، گفتم چی شده؟ گفت آره اینجوری. تو گفتم آقا من نمی‌مونم زمین، که حالا بعضی جا نوشته بودن که 15 ثانیه بعد بازی بعد گل تو زمین بود باعث تعویض. من گفتم آقا من پشت عکسش هست که من پشت از رفتم بیرون، ولی حواسم نبود که کجای زمین بودم. من فقط موقعی که ارسن گل زدم من تو بازی با بازیکن خوشحالی کردم، فکر نکنم مشکل داشته باشه این. آره نه ولی داستان شده بود دیگه همینه فکر کنم، اینا ورود حسین زاده به زمین، این سایه امیر حسین زاده است. نه 15 ثانیه که نه بنده خدا، و من رفتم دو متر پشت دروازه رفتم بیرون دیگه، داشتم میرفتم از اون بیرون دیگه، لحظه فقط محو بازی شدم و اومدی تو اینجا این صحنه هسته دو مصر اومدی تو گفتن آقای باید اصلا بازی چیز بشه، باید عوضش نتیجه یه بازی کنه اضافه داشتن و هایی نگاه کن از سه حواسی تو شیش قدم آقا میبینی که این زمین شیش قدمه، یعنی تو 18 ای الان شما نباید بیای. من اصلا به خدا حواسم نبود اگه چیزم کی فهمیده بودم بازی باید نه این شکایت کرده بود دیگه باشگاه هوادار از شما، هنوزم داره پیگیری میکنه. ما والا بازی با سایپا و چیز تیم حریف 12 تا تعویض کرد هیچ اتفاقی نیفتاد، ما بردن رفتن. حالا اینجا که ما اصلا نه تاثیرگذار اینا تو زمین هم نبودیم، یک لحظه فقط توپ از خط رد شد، با بچه خوشحالی کردم. فکر نکنم اتفاق خاصی افتاد بخوام مورد چیزی نه واقعا تاثیرگذارم نبود. دو متر اومد بچه تو زمین بنده خدا محو اون ضربه سر رو من اصلا حواسم داشتم اینوری می اومدم مثلا خطو ندیدم، داشتم نگاه میکردم که دیگه ارسال موقعی زد دیگه دیدم توپ داره میره تو گل، متوجه شدم بعدش حالا شاید اون موقع واسه یه جکس دیگه زده باشم تو گل، یعنی رفتم تو سمت زمین ولی فکر نکنم هیجان بود دیگه اون لحظه. آره دیگه خوشحال شدم رفتم بچه‌ها جریمه شد، جریمه نقدی 20 میلیون والله به من باشگاه چیز اعلام نکرده هنوز، یعنی نمیدونم صحت داره باشگاه چیز بهم اعلام نکرده بودن، ولی فکر کنم آماده 20 میلیون تو اینا باش. آها آره فکر کنم 20 میلیون هم جریمه کردن، یه اینم کاده امشب بود که گفتم تقدیمت کنم. ما چند تا بحث دیگر هم امشب باید پیگیری بکنیم، همون داستان مربوط به فدراسیون و بقیه بازی‌ها هم پیگیری خواهیم کرد دیگه، باید خدافظی کنیم با امیرحسین حسین زاده. شادی گلش هم فقط با هم ببینیم یه توضیح بده راجبش، این چی بود؟ آقای دپای هستن دیگه، منفیس دپای. منفیس دپای بله خوشحالی دپاییه. حالا من این خوشحالی کردم، من از بازی سبک بازی منفیس دپای خیلی خوشم میاد، بعد اینکه من قبلا پیگیریش میکردم و اینا خیلی بازیکن یعنی خوشم میاد سبک بازیش، بعدش خوشحال گلش هم این سبکه. من گفتم اولین گلی که بزنم دیگه همیشه خوشحالی میکنم، ولی یه ذره سوء تفاهم هست که پیش اومده بود و اینا بعدش، ولی خب این خوشحالی به سبک منفیس دپای. منفیس دپای بود، دمت گرم، ان شاءالله که موفق باشی امیر حسین و تازه به نظرم شروع درخششت هست، برادرزو موفقیت میکنم، امیدوارم که فوتبالیست حرفه‌ای یه سبک زندگی حرفه‌ای حالا تو بهترین سطح و بالاترین سطح فوتبالمون بازی کنی. مرسی، ممنون از شما و دعوتتون، خیلی شب خوبی بود دستون در نکنه. اگه صحبتی نکته دیگه هم داری ما در خیلی بچه بیشتر دوست دارم باش گپ بزنم چون خیلی با حال و با معزز خیلی هم خوش صحبته، ولی خب گفتم خیلی آیتم های زیادی مونده که باید تقدیمتون کنم و بحث های مختلفی هم. من مخلصتم.
اول از همه میگم تشکر میکنم از همه کسایی که زحمت کشیدن تو این رو واسه من تازه اول راه، ولی باز تا اینجا خانوادم، برادر، خواهر، حالا کل فامیلا که هر کی که زحمت کشیده، مربیام از پایه تا الان. من خیلی مربی داشتم و نمیتونم تک تک اسمم، میگم اسم یکی جا میمونه بعدش ناراحتی پیش میاد، ولی از تک تکشون ممنونم بابت تمام زحمتایی که کشیدن. و از خانوادم که خیلی ممنونم که همیشه پشتم بودن، همیشه کمکم کرده و بتونم جواب زحمت که بسن کشیدن رو بدم. ان شاء الله موفق باشی. متشکرم ازت امیر حسین جان، برادر جون، موفقیت می‌کنم.